نسرین معیدنیا هستم، دکترای علوم و صنایع غذایی. موضوع این ویدیو پادکست انگل زدایی سبزیجات با مایع ظرفشویی و میکروب زدایی یا سالم سازی شیر با وایتکس. چند روز پیش در یکی از رومای خوب و هفتگی کلاب دنیای تغذیه و سلامتی در کلاب هاوس سوالی شد در مورد نحوه صحیح ضد عفونی کردن سبزیجات که مسلماً موضوع خیلی مهمیه و همیشه باید بهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم. من هم ضمن جواب به این سوال اشاره‌ای هم داشتم به این که لطفاً از مایع ظرفشویی برای این کار استفاده نکنید. موردی که شاید شما هم انجامش میدید یا در موردش شنیدید یا خوندید. دلیلم هم این بود که وقتی افراد خودشون رو مجاز به انجام چنین کاری میبینن، اصولاً دیگه به مقدار مورد استفاده از مایع ظرفشویی توجه خاصی نمی کنن. و یا حتی مدت زمانی که سبزی باید توی آب حاوی مایع ظرفشویی بمونه. که خب همه اینا میتونه احتمال نفوذ مایع ظرفشویی رو به سلولهای بافت سبزی بده. مخصوصاً از قسمت‌های برش خورده سبزی‌ها، چرا که مایع ظرفشویی هم به هر حال یه ترکیب دترجنت شیمیایی و نباید به غذای خوراکی ما راه پیدا کنه. شاید الان یه عده بگن خب ما ازش برای ظرف شستن هم استفاده می‌کنیم. کاملاً درسته. برای همینه که حتماً باید در آبکشی ظروف شسته شده‌مون هم دقت کنیم تا اثری از اون روی ظرف باقی نمونه. ضمن اینکه ظرف بافت و سلول زنده نداره که مولکول‌های این دترجنت بخوان توش نفوذ کنن و طبیعتاً با یه آبکشی درست و مناسب این خطر دیگه وجود نخواهد داشت. اما بعد از صحبت‌های من نظراتی هم عنوان شد از این منظر که حتماً باید این کار انجام بشه، چرا که مایع ظرفشویی با لیز کردن انگل‌ها و تخم انگل‌های چسبیده به سبزیجات باعث جدا شدن بهتر اونا از سبزیجات میشه. اما خب باید دقت داشت که به اندازه چند قطره استفاده بشه و نه بیشتر. گرچه صحبت ها تقریبا همینجا خاتمه پیدا کرد، اما واقعا من به عنوان یه متخصص علم غذا هنوز با این مسئله مشکل دارم. بهتره بگم از اینجا به بعد حرفام کاملا نظر شخصیه، اما با نگاه و برداشتم از رشته تخصصی که دوست داشتم با شما هم به اشتراک بذارمشون. پس جنبه توصیه این نداره و فقط دوست دارم بعد از شنیدنشون خودتون فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید که آیا میشه این کار رو انجام داد یا نه. ببینید، به نظر من توصیه به استفاده از مایع ظرفشویی برای انگل زدایی سبزیجات مثل اینه که بگیم میتونید تو خونه به جای حرارت دادن و اصطلاحاً جوشوندن شیر خام محلی چند قطره وایتکس بهش اضافه کنید. حتما از شنیدن این مثال و تشابه موردیش هم جا خوردید. آره، چرا که نه؟ چون وایتکس هم همون هیپوکلوریت سدیومه، ترکیب کلورداری که از اون برای ضد عفونی کردن آب آشامیدنی استفاده میشه و یا هیپوکلوریت کلسیوم یا پرکلورین که از اونم در ضد عفونی کردن هم آب استفاده میشه و هم غلظت‌های خاصی از اون همون محلول‌های ضد عفونی کننده سبزیجات و میوه‌جاتیه که به شکل کاملاً تایید شده توی مارکت‌ها عرضه میشه. پس چرا ما از استفاده کردنش برای شیر میترسیم یا واهمه داریم حتی به اندازه یه قطره؟ چون استفاده از کلور برای میکروب زدایی شیر راه درستی نیست. چون شیر آب نیست. توی خودش ترکیباتی داره که این ترکیبات با کلور آسیب میبینن و اینطوری ویژگی‌های تکنولوژیکی شیر آسیب میبینه. و اگه این مورد نبود، شاید مثل ضد عفونی کردن آب برای شیرم از دوز مشخصی از ترکیبات کلوردار استفاده میشد. ولی بازم به شکل خونگی نه. همونطوری که ما هیچ وقت آب رو هم به شکل خونگی خودمون با کلور ضد عفونی نمی‌کنیم. چون حتی توی آب هم میزان کلور اضافه شده و حتی کلور باقی مانده آزاد حد مشخص و استانداردی داره که باید با نظارت دقیق و کامل تو مراحل تصفیه آب انجام بشه و توی خونه همچین کاری ممکن نیست. حالا با این مثال شیر و مقایسه ضد عفونی کردن شیر و سبزی
میخوام بگم که اگه واقعا اضافه کردن چند قطره مایع ظرفشویی به آب شستشوی سبزیجات واقعا میتونه در انگل زدایی سبزیجات نقش موثری داشته باشه؟ آیا بهتر نیست که بر پایه همون ترکیبات مؤثره موجود در مایع ظرفشویی یه محلول استانداردی تولید بشه با یه دستورالعمل مشخص برای مصرف کننده و بعد فرهنگ سازی برای استفاده درست از اون؟ تا اینکه بخوان به افراد روش‌های خونگی مثل اضافه کردن مایع ظرفشویی به سبزیجات رو پیشنهاد بدن که معلوم نیست منظورشون از دو سه قطره واقعاً با توجه به غلظت‌های متفاوت مایع ظرفشویی‌های مختلف چقدره، یا اصلاً این چند قطره باید تو چه مقدار مشخصی از آب حل بشه، یا چه مدت زمان مشخصی باید سبزی توی این آب قرار بگیره و بعد شستشو یعنی آبکشی نهایی اون با چه مقدار آب باید انجام بشه. پس میبینید که تا محلول استاندارد و دستورالعمل مشخصی وجود نداشته باشه، اجرای این روش‌های خونگی شاید در انگل زدایی سبزی اثر مثبت داشته باشه، ولی آسیب دیگه‌ای به ما میزنه از نظر احتمال ورود این ترکیبات شیمیایی مضر به بدنمون. پس همونطوری که توصیه به استفاده از چند قطره وایتکس توی خونه برای سالم سازی آب آلوده یا شیر محلی خیلی خیلی اشتباهه و هیچ وقت صورت نمیگیره، پس همون قدر و از همون منظر هم استفاده از مایع ظرفشویی برای انگل زدایی سبزیجات میتونه در نوع خودش بی تناسب و ناصحیح باشه. فکر میکنم با این صحبت‌ها شاید علاقه‌مند باشید که پادکست مربوط به وایتکس در شیر رو هم از کانال تلگرام @dailypodcast یا سایت شنوتو بشنوید که واقعاً خالی از لطف نیست. امیدوارم از صحبت هم برداشت صحیح و مناسبی داشته باشید و به عنوان یک مصرف کننده آگاه همیشه بهترین اقدام رو در جهت سلامتتون انجام بدید. براتون عشق آرزو میکنم و آگاهی.